سلام به کلاس درس خوش اومدید خب توی ویدیوهای قبلی ویژگی های دترمینان رو با همدیگه یاد گرفتیم توی این ویدیو میخوایم یکی دو تا مثال با همدیگه حل بکنیم تا ببینیم که چطور بعد از این ویژگی ها استفاده بکنیم اولین مثالی که میخوایم حل بکنیم این هستش فرض کنید که یه ماتریس به ما داده شده و از ما خواستن که دترمینانش رو بدون بست دادن دترمینان یا استفاده از روش ساروس و فقط با استفاده از ویژگی های دترمینان به دست بیاریم ماتریس هم این هستش دترمینان یک چهار پنج منفی یک 6 و یک و صفر صفر و سه هستش ماتریس پس این دترمینان رو خواستن از ما که به دست بیاریم خب چون ما نمیتونیم ماتریسمون رو بس بدیم یعنی از اون خواسته شده که بس ندیم یا از روش ساروس هم استفاده نکنیم بیاید به این توجه بکنیم که اینجا دو تا صفر داریم و اگر این درایه هم صفر بود که الان منفی یک هستش اون وقت ماتریسمون یک ماتریس پایین مسلسی می که اون وقت دترمینانش برابر با حاصل ضرب درایه های قطر اصلیش بود پس ما اگر یه جوری بتونیم این منفی یکه رو صفرش بکنیم مثلا اون رو حل کردیم خب چجوری میتونیم این رو صفر بکنیم اگر یادتون باشه یکی از خاصیت های دترمینان به امون میگفتش که اگر یکی از سطح یا ستون های ماتریس رو تو عدد ثابتی ضرب بکنیم و به سطح یا ستون دیگه اضافهش بکنیم دترمینان ماتریس تغییری نمیکنه. خب حالا پس کاری که ما اینجا میتونیم بکنیم برای اینکه این که منفی یک رو صفر بکنیم میتونیم سطر اول از میخوام ستون اول رو به ستون دوم اضافهش بکنیم یعنی در حقیقت تو عدد مثبت یک ضربش بکنیم و جمعش بکنیم با ستون دوم اون وقت چی به دست میاریم؟ به دست میاریم دترمینان این ماتریس برابر هستش با دترمینان ماتریس یک چهار پنج خب ستون دوم چی میشه؟ چون ستون اول رو داریم بهش اضافه میکنیم برابر میشه با منفی یک به علاوه یک که چهار به علاوه شیش که دهه و پنج به یک که 6 هستش و نهایتا ستون سوم که همون 0 0 و 3 خواهد بود خب حالا ماتریسمون شد یک ماتریس چی ماتریس پایین مثلثی درسته و بنابراین درایه هاش از میخوام دترمینانش برابر با حاصل ضرب درایه های قطر اصلیش خواهد بود یعنی 1 ضرب در 10 ضرب در 3 که مساوی با C هستش خب حالا که این مثال رو با هم دیدیم بیاید یه مثال یک کمی سختتر هم با هم دیگه حل بکنیم فرض بکنید که مجددا از ما خواسته شده که بدون بست دادن دترمینان یا استفاده از روش ساروس دترمینان این ماتریس رو به دست بیاریم ماتریس هست این ستون اولش هست یک به علاوه ای ایکس x و x ستون دوم هست y یک به علاوه y و y و ستون سوم هم هست z z و یک به علاوه z خب طبیعتا دترمینان این ماتریس چیزی بر حسب x و y و z خواهد بود و ما, ما اون عبارت رو باید به دست بیاریم خب چون نمیتونیم ماتریسمون رو دترمینانش رو بس بدیم یا از روش ساروس استفاده بکنیم یه راه خوب این هستش که سعی بکنیم این مثال قبلی ماتریسمون رو به یه ماتریس بالا مسلسی یا پای مسلسی یا شاید تو بعضی موارد یه ماتریس قطری تبدیلش بکنیم و اون وقت از این استفاده بکنیم که دترمینانش برابر با ضرب درایه های قطر اصلیش هستش خب جواب راه حل یکتایی نداره این مسئله گرچه که جواب آخر یکتا هستش اما مثلا راهی که من میخوام اینجا براتون انجام بدم اینه که سعی کنم مثال قبلی ماتریسمون رو پای مسلسی بکنم یعنی این سه درایه رو سعی میکنیم با هم که صفرشون بکنیم خب بیاید شروع بکنیم از این وایی که اینجا هستش این وای رو اگر بخوایم صفر بکنیم چه کار میتونیم بکنیم میتونیم سطر سوم ماتریسمون رو که یه وای اینجا داره توی منفی یک ضرب بکنیم و اضافهش بکنیم به سطر اول ماتریس همون. اون وقت برابر با چی خواهد بود؟ دترمینان این ماتریس برابر میشه با اینو اگر توی منفی یک سطر سوم رو ضرب بکنیم. جمع بکنیم با سطر اول. سطر اول تبدیل میشه به یک. صفر و منفی یک چون درای سوم میشه زد منهای یک منهای زد که میشه منفی یک سطر دوم که تغییر نمیکنه ایکس یک به علاوه وای و z خواهد بود و سطر سوم هم مجدد تغییر نمیکنه ایکس وای و یک به علاوه z خب پس یکی از درایه رو فعلا با هم دیگه صفر کردیم خب بریم سراغ بقیه این یکی درایه را اگر بخوایم صفر بکنیم دقت بکنید که اینجا یک زد داریم سطر پایینیش یک به علاوه زد داریم پس اگر اول بتونیم این زده رو تبدیل بکنیم به یک به علاوه زد بعدا میتونیم سطر سوم رو از سطر دوم کم بکنیم تا این به صفر تبدیل بشه خب اگر زد رو بخوایم بکنیم یک به علاوه زد چیکار میتونیم بکنیم میتونیم سطر اول رو ضرب داره منفی یک بکنیم و به سطر دوم اضافه بکنیم چون اینجا این منفی یک داریم تو منفی یک اگر ضرب بشه میشه مثبت یک و با این زد اگر جمع بشه زد به علاوه یک رو به ما میده خب اگر سطر اول رو تو منفی یک ضرب کنیم به سطر دوم اضافه کنیم چی به دست میاریم به دست میاریم سطر اول که تغییر نمیکنه یک صفر و منفی یک خواهد بود سطر دوم میشه چی میشه x منهای یک درایه دومش یک به علاوه وای که با صفر جمع میشه پس خودش میمونه یک به علاوه وای و لرای سومش هم میشود یک به علاوه زد درسته چون این زده یک تو منفی یک ضرب میشه باش جمع میشه میشه یک به علاوه زد سوممون سومون هم که تغییری نمیکنه ایکس وای و یک به علاوه زد خب حالا میتونیم چیکار بکنیم میتونیم این یک به علاوه زد رو صفرش بکنیم چطوری سطر سوم رو اگر از سطر دوم کم بکنیم یعنی سطر سوم رو در تو منفی یک ضرب بکنیم و جمعش بکنیم با سطر دوم اون وقت این یک به علاوه زد رو صفر کردیم خب پس خواهیم داشت چی؟ سطر اولمون که تغییر نمیکنه یک صفر و هم منفی یک ساعت دوممون به چی تبدیل میشه؟ x منهای یک یه x ازش کم میشه پس میشه منهای یک یک به علاوه y هم یه وای ازش کم میشه پس میشه یک و یک به علاوه زد هم که اگر یکی به علاوه زد رو ازش کم بکنیم صفر میشه درسته و سطر سوممون هم خواهد بود x وای و یک به علاوه ای خب دو تا از درایه که میخواستیم رو تا حالا تونستیم با هم صفر بکنیم بیایم سراغ این منفی یک که اینجا داریم این منفی یک رو چجوری صفرش بکنیم خب دقت بکنید که یه یک اینجا داریم جمع که منفی یکه پس اگر سطر اول رو بیایم با عوض میخوام ستون اول رو بیایم با ستون سوم جمع بکنیم این منفی یک رو صفرش کردیم درسته؟ خب بیاید بنویسیم پس اینجا چی داریم ستون اول رو توی یک در حقیقت ضرب کردیم و جمعش کردیم با ستون سوم پس ستون اولمون تغییر نمیکنه یک منفی یک و ایکس هستش ستون دوم هم تغییر نمیکنه صفر یک و وای هستش ستون سوم میشه چی درایه اول میشه صفر درایه دوم این منفی یکه میاد با این صفر جمع میشه پس ما یه درایه دیگه رو خراب کردیم دوباره و درایه سومش میشه یک به علاوه x به علاوه z درسته یه x اومد با این یک به علاوه z جمع شد خب حالا دو تا از صفرایی که میخواستیم و داریم دوباره یکیش اینجا خراب شده این یکی رو هم بیایم با هم دیگه درستش بکنیم این یکی رو چجوری درستش بکنیم دقت بکنید که این بار ستون دوم رو اگر به ستون سوم اضافه بکنیم ضرب در یکش بکنیم جمع بکنیم به ستون با ستون سوم این یک رو من یه بعد نوشتم مثبت یک خب اون وقت چی میشه اون وقت این درایه سومی هم که میخواستیم صفر میشه این یکی دوتا هم تغییری نمیکنن چون صفر رو داریم با صفر اینجا جمع میکنیم پس ستون دوم اگر به ستون سوم اضافه بشه ماتریس همون میشه چی؟ میشه ستون اولش یک منفی یک و ایکس ستون دومش هم عوض نمیشه صفر یک و وای ستون سوم میشه چی؟ صفر به صفر که یک به علاوه منفی یک میشه صفر و وای به علاوه یک به علاوه ایکس به علاوه زی یعنی میشود یک به علاوه ایکس به وای به علاوه زد درسته وای اومدیم با این جمع کردیم خب حالا اون ماتریسی که میخواستیم به دست اومد هر تا درایه بالا صفرن ماتریسمون پایین مسلسیه پس دترمینانش حاصل ضرب درایه های قطر اصلیش هستش درسته ماتریس شد پایین پایین مسلسی خب پس دترمینان برابر با چی هستش؟ برابر با یک ضرب در یک ضرب در یک به علاوه x به علاوه y به علاوه z پس دترمینان ماتریس همون برابر با چی خواهد بود؟ یک به علاوه x به علاوه y به علاوه z خواهد بود نهایتا خب دیدید که با اینکه ماتریس اولیه خود پیچیده به نظر می اومد ما خیلی راحت تونستیم چند بار از ویژگی های دترمینان استفاده بکنیم تا ماتریس رو به پایین مثلثی تبدیل بکنیم و بعد خیلی راحت از این ویژگی استفاده بکنیم که دترمینان ماتریس پایین مثلثی ضرب درایه های قطر و نهایتا به دست بیاریم که دترمینان ماتریسمون برابر با یک به x به y z هستش خب اینم از دو تا مثال از کاربرد های دترمینان توی کلاس درس بعدی اتون.